دقیق به یاد داریم روزای سخت را که شفاخانه کویت 19 بلخ و سایر ولایت افغانستان دچار کمبود اکسیژن بودن و همه و همه ازی گرفته بود تمام مردم ها که خدای نخواسته تلفات بیشتر و سنگینتر را نداشته باشیم، که در اون زمان جناب الحاج خیرالدین مایل رئیس بشیرنوید گروپ و مسئول بنیاد خیریه گل‌آغا پروانی اقدام به یک عمل خیرخانه کردند و در اون یک شرایط سنگین و بحرانی اقدام نموده محموله های از اکسیژن از کشور دوست ازبکستان خریداری کردند و به شکل رایگان به شفاخانه های کووید 19 افغانستان علل خصوص به صفحات شمال اکمالات نمودند. در اوائل وقتی که محموله ها داخل افغانستان می شد ما سقف 3500 بالون اکسیژن قرار داده بودیم، اما وقتی دیدیم که شیوع ویروس کرونا تمام ولایت افغانستان در بر گرفت این سقف به بیشتر از 10000 ارتقا دادیم، که فعلا بیشتر از 6000 بالون اکسیژن وارد افغانستان شد و به شفاخانه کووید 19 سایر ولایت افغانستان از قبیل ولایت تخار، ولایت غزنی، ولایت کاپیسا، کابل، پروان، بغلان و به ویژه شفاخانه کووید 19 بلخ ارسال شد و خوشبختانه امروز شاهد ازی هستیم که ویروس کرونا شیوعش تنزیل پیدا کرده و کم شده. از این بابت محفل امروز را برگزار کردیم تا از او دلیران و از او سفید پوش ها که مانند نیروهای امنیتی که در سنگر دفاع از نوامیس ملی میکنن، این دکتر صاحبان بزرگوار به عقیده ما، به عقیده شخص الحاج خیرالدین مایل، کسایی بودند که در سنگر داغ کرونا از هموطنان و از مردم ما دفاع کردند. واقعا یک ابتکار خوبی از جانب شرکت بشیرنوید و در رأس حاجی صاحب نهایت معزز مایل صاحب که همیشه در شرایط دشوار به دستگیری مردم مظلوم و فقیر به خصوص در ولایت بلخ آمدن، همان گونه که ما در ماه رمضان شاهد توزیع اموال غذاییشان بودیم، مواد غذاییشان بودیم، همین گونه در دوران که کووید 19 در اوج بود و ما به مشکل بسیار زیاد مواجه بودیم و تقاضای مردم ما با اکسیژن به اندازه زیاد بود، اینا با کمک شتافتن و کمک های مؤثر و بجار انجام دادن. اگر حکومت کمک کرد و زمینه ها را مساعد ساخت، اگر شرکت ها و تاجران هم کمک های را انجام داد، این مثال یک مومد خوبی است برای کسایی که اصلا کار در دستشان است و دست شفا بخش دارن، اونا ارزشش به مراتب بالاتر است که او اشخاص شما بزرگوار هستند، تمام متخصصین، دکتران، نرس ها و کسایی که به شکل اجیر و خدمه اصلا کار میکنن همه قابل قدر هستن. شما که با زندگی و حیات خود اصلا بازی میکردین، زمانی که ما جرأت آمدن به شفاخانه را نداشتیم و شما در بین یا در جایی که ویروس اصلا نزد هر کدامش موجود بود و ویروس مثبت موجود بود، شما با او ویروس مجادله میکردن و دست و پنجه نرم میکردن که بدون شک خطر و احتمال مصاب شدن شما به ویروس به اندازه بالا بود و کسی که ببینه که برش خطر مواجه است و خطر جانی اصلا برش مواجه است و او مبارزه میکنه برای بشریت، برای انسان، لذا قدری او را باید همه بدانند و همه برای او باید ارزش و ارج و احترام قائل شوند.
ما بر شما اطمینان میتم که ما در مجلس اداری که رئیس به معزز شورای منتخب ولایتی هم حضور داشت، گفتم به رئیس به ساعت عامه که ما ولایت در مجموع شورای ولایتی همه ما یک محفل یک مجلس مجلل را اصلا میگیریم و شما تقدیر میکنیم زمانی که امی اپیدمی امو سیر نزولی خود طی بکنن و شایدم که بعد از این ما این فرصت بر ما مساعد و میسر شود تا ما دست یابیم به کاری را که اصلا ما نیتش کردیم. حرفای ما به این مفهوم است که شما را هیچ کس فراموش کرده نمیتونه، کار شما را هیچ کس فراموش کرده نمیتونه، قربانی های شما را هیچ کس فراموش کرده نمیتونه و شما به ما مانند او سرباز را که در جبهه نبرد عملا در مقابل دشمنان افغانستان می جنگن به مو اندازه بر ما و بالاتر از او ارزش دارن و ایر ما می دانیم، چون ما احس می کنیم و کسی که یک موضوع را احساس بکنه و با وجود خود و با فکر خود و با مغز خود و با پوست خود را احساس بکنه، ای به این مفهوم است که همه مردم دانستن که کارهای شما به چی اندازه مهم بوده و حیاتی بوده. باور بکنین که برای ما گفته شد که شما برای تست برین به داخل شفاخانه، ما جرأت ای را نداشتم که بیایم با وجودی که او لباسم برای ما میدادن و ماسکم برای ما میدادن، ما حاضر به این نبودم که بیایم و خود تست بکنم، اما شما همه روزه در بین مریض ها در بالای بستر مریض قرار داشتین که شجاعت شما، دلیری شما، مردانگی خود نمیگم که به خاطر که اینجا خواهرای زیاد ما هم هست، شجاعت و دلیری و شهامت شما قابل ستایش است و قابل قدر است که نمیشه ما ایره با کلمات اصلا ابراز بکنیم. از رهبری محترم صحت عامه که واقعا تلاش کردن و زحمت کشیدن هم سپاسگزاری میکنیم. تانستیم که در امی مدت را که امی اپیدمی اصلا شیوع پیدا کرد و به یک حالت بحرانی رسید، بالونای گم شده شما را هم پیدا بکنیم، تلاش های زیادی کردیم و کسایی که اصلا تعلل کرده بودن و در زمانهای گذشته مشکلات ایجاد کرده بودن اونا را هم شناسایی کردیم و بالایشان فشار وارد کردیم تا بیاین. او کسی که به مردم خیانت میکنه او قابل بخشش نیست، کسی که با زندگی و حیات مردم بازی میکنه او قابل بخشش نیست. تمام تلاش جناب والی صاحب، رئیس به شورای ولایتی، مسئولین ولایت و تجار ملی متمرکز به همی بود که ما باید در پهلویی که خدمات عرضه بکنیم، در پهلویی که ما همکاری بکنیم، در پهلویی او باید ما تمام مفسدین هم زیر فشار قرار بدیم تا اموال و اجناس سرقت شده صحت عمر دوباره بیارن و ما اونا را وادار ساختیم که دوباره او چیزها را بیارن و یک کمک بزرگی در امو شرایط برای مریضای ما شد. باز هم من سپاسگزاری میکنم از حاجی صاحب مایل که برنامه را تنظیم کردن و زحمات زیاد کشیدن در پهلوی حاجی صاحب مایل. سایر دوستای ما هم هست که اونا هم زحمات زیاد کشیدن، انشالله در روزی که ما در از طرف ولایت تجلیل میکردیم همه اونا را یادآوری خواد کردیم و از همه اونا سپاسگزاری خواد کردیم. باز هم از شما بسیار زیاد سپاسگزار هستیم، خوشحال هستیم که در چنین شرایط شما دکتران شجاع و دلیر در پهلوی خود داریم. امروز خرسند هستیم که از طریق شرکت حاجی صاحب گل‌آقای پروانی و در رأسش برادر عزیزم حاجی صاحب مایل که اونا در خارج از کشور هستند با ما در تلفن تماس داشتند و مجتبی جان عثمانی که نماینده
حاجی صاحب مایل در اینجا مجلس تدارک دیدن. اتفاقا ما تشکر میکنم از ایشان که اینجا مجلس صحبکی بود و ما جناب مامی صاحب در جریان هستن که امروز مجلس نظامی هماهنگی در بلخ بود از احزاب سیاسی و پرسنل امنیتی زون شمال و ولایت بلخ در اون مجلس بسیار دیر دوام کرد و اتفاقا ازشون تشکر میکنم که ایره به یک و نیم بجه به تعویق انداخت. خوشحال هستیم که ما و جلاد ما مامین صاحب در این مجلس بنابر علاقه مندی که داشتیم خواستیم از امو صحبت های بسیار زیبای جناب مامین صاحب با یک ادبیات بسیار خوب براتون نثار کردن که من ضمن از اینکه تایید میکنم، من هم به نمایندگی از مردم شریف بلخ از خدمات تک تک شما از صمیم قلب تشکر میکنم، از رهبری دلسوزانه ریاست محترم سیادت عامه در شرایطی که بحران امنیتی دامن ما را گرفته بود، نبود اکسیژن، نبود جای، خب موارد زیاد فشارهای زیاد بود. از یک سو یک تعداد علاقات بود که سنگ اندازی میکرد در این راه که شما را بدنام بسازد، کسایی بود که شب و روز میامدن، حوادث تیر شد، من او را باز آل نمیگم، توطئه های بسیار کلان در ردتان بود، ولی خوشبختانه که آنچه که جناب مامین صاحب بزرگوار گفتند و رهبری مقام ولایت و جناب والی صاحب، ما همگی در فکر ازی بودیم که نباید شما را خدای نخواسته ای علاقات بدنام بکنه. خوشحال هستیم که امروز شما از این امتحان بسیار الهی الحمدلله یک کمی حال نفس راحت میکشین، موفق به در آمدید. ما این کامیابی را بر شما مبارک عرض میکنم. خوشحال هستم که چند روز پیش هفته گذشته بنیاد نبیزاده صاحب که در رأسش حاجی صاحب کمال نبیزاده قرار دارن شما را مورد تفقد و تشویق قرار داد، از من خواهش کرده بود، من هم یک مجلس در اونجا بند ماندم ولی در شورا آمدم و سپاسگزاری خود از شما و از بنیاد نبیزاده صاحب کردیم. امروز میخواهیم از بنیاد حاجی صاحب گلاغای پروانی و از شخصی حاجی صاحب مایل که یک شخصیت خیر و دلسوز بوده در شرایطی که مردم ما با مشکلات زیاد روبرو بود، اینها با امی نبیزاده صاحب بیشتر از 10,000 بالون رایگان آوردن در خدمت شما و کارمندای بی دی این و ریاست سیادت عامه قرار دادن که من به نمایندگی از مردم ولایت بلخ و همکارایم از شرکت محترم حاجی صاحب مایل تشکر میکنم، برشان اجر و پاداش بیشتر را از خداوند آرزو میکنم. واقعا اگر ما بگویم اینها با این کار خیرخوانی کردن جان صدها انسان در حقیقت نجات دادن. شما میفهمین که حدیث شریف است که رسول الله مبارک گفته کسی که جان یک انسان را نجات میده حیات میبخشد، در حقیقت کل جهان بشریت را بخشد. بنان واقعا اقدامات از اینا در چنین شرایط برای ما مایه مباهات است. من برای از اینا صد سلامتی آرزو میکنم. وقت شما را بیشتر نمیگیرم. آمدن عید سعید قربان، عید ایثارگری و فداکاری را برای شما مبارک عرض میکنم. هرچند میفهم که طالب ها تا دامنه های شهر در این با شما هستند، تشویش نکنین انشاءالله که تدابیر جدی امنیتی را امروز ما براتون گرفتیم. شما عید روز عید خوش داشته باشین. انشاءالله شما در آینده های بسیار نزدیک خبرهای خوش در راستای مسائل ولایت بلخ و آمادگی هایی که ما داریم برای از بین بردن توطئه هایی که میخواین آگاهانه در بالای ما و شما به اصطلاح تعمیل بکنن، ایره خواب بست و به اصطلاح خیال ای ارمان به گور خود خواد بردن. انشاءالله ما برتان اطمینان میتیم که با قهرمانی نیروهای امنیتی شما و بسیج مردمی که امروز ما سر این مسائل بحث بسیار عمیق داشتیم 200-300 اطمینان میتیم که انشاءالله شما با خاطر آرام زندگی رتان پیش ببرین با امید یک افغانستانی که سال زمزمش در دوحه شروع شده، امیدوار هستم که سال بتانه پایان برای همه جنگ ها و مصیبت و آلام و سیاروزی که دامن ما و شما و ملت افغانستان را بیشتر از 14 گرفته، خداوند ما را توفیق بده که بخیر یک سال نصیب ملت ما شود. البته محفل تشویق و تحسین است. به مرتبات یک شعر بسیار قدیمی است خدمتتان عرض برسانم. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت
جان برادر که کار کرد. البته امروز ای از همو زحمت و سعی و تلاش شما، مسئولیت شما در مقابل مردمتان است که تشویق میشین در اینجا. امروز جا داره که ما یک پیام رم از طرف الحاج خیرالدین مایل برای ما می دقره سیده. این پیام است به خاطر روزهای عید قربان. در ایام عید به منظور جلوگیری از ویروس کرونا، از دست دادن، روبوسی، بغلکشی خودداری نموده فاصله را مراعات کنید. ما یک چیزی که دیگر از این علاوه میکنم، میگم براتون که ماسک از زیادتون نره. خال خود گفتین خود تا ماسک نداره، از اینکه من میخواستم چند سخن به خدمت شما عرض برسانم، ماسک خود اونجا مانده. من دیگر راستی هم فردا روزی عرفه است، روزی بسیار مبارک است، روزی است که یک روزی بسیار ماندگار و تاریخی و یک روزی بسیار با هیبت است در تاریخ جهان بشریت، در خصوص برای مسلمان ها. دیگر اینجا با اون صاحب حضور دارن، رئیس صاحب شورا هم، ما هم تایید میکنیم بنایس مسئول سیاحت عامه که روزای عید باید از طریق همین موبایل یک تبریکی بودن رفت آمد یک دیگه کمتر بکنن. ما شاهد از این بودیم که در موجی که سیوم کال فعلا در ولایت ما و شما در پیک رسیدیم، انشاءالله آستا آستا کم شده و یکی دو روز میشه که پس دوباره بالا شده. به او خاطر بازم جای نگرانی است. ما شاهد از این بودیم که در عید رمضان اینمی رفت آمد وقتی که زیافتر بود، مراسم و تجمع و ختم و خیرات و عروسی و میگپا زیاد بود. که ما و شما شاهد از این بودیم که در دو ماه تقریبا سه ماه ما بسیار حالت خرابی را سپری کردیم. از رفتن به جاهای همدیگر از طریق تلفن با خبری بکنن بهتر خواهد بود. البته تشکری بکنم از آقای مایل، از کمال نبیزاده، از جناب محترم ولی صاحب ولایت بلخ، از رئیس صاحب شورا، از جناب محترم ماون صاحب، از رسانه‌ها که همیشه اینا انجره بودن، صدایشان بالا میشد به خاطر از اینکه کمک به مردم نیازمند و بر کسایی که مریض بود به کرونا مصاب بود، اینا هر کدامشان به نوبه خود هم سهم خود ادا کردن و مسئولیت قبول کردن. و ما امروز الحمدلله ما امروز تانستیم که با یک مدیریت خوب به می اوضاع را کنترل بکنیم و فعلا اوضاع زیر کنترل است و شما بالکل نگرانی نداشته باشین و می اولادایتان در خدمتتان قرار داره. واقع همیست که شفاخانه اوزوی بلخ ما یک تعمیر اطفال کاملا اختصاص دادیم به ظرفیت 200 بستر برای مریضای کووید 19. یعنی تقریبا ما در حدود 80 ماشینی که اونجا باجا اکسیژن تولید میکنه به خدمت از این مریضا بود و مانیتورهای بسیار مدرن و که با تکنولوژی امروز جور شده او را از طریق یو اس ای دی برای ما کمک شد، ماشین های ونتیلاتوری که او تنفس مصنوعی میداد او امروز در اینجا وجود داره. یعنی واقعیت 200 مریض، هر مریض را که اگر ما حداقلش اکسیژن 24 ساعت برش میدادیم، اینا دبل اون اکسیژن مصرف میکرد. یعنی در 24 ساعت ما ضرورت داشتیم که 2000 بالون اکسیژن برای این مریض ها برسانیم و ظرفیتی که در بلخ وجود داشت که جا برای ما اکسیژن می آورد، او یکی کتوبرق بود که 150 بالون روزانه او برای ما می داد و 150 بالون هم شرکت فضای بلخ. واقعیت ای 300 بالون می شد. ما یعنی در حدود 1000 بالون دیگر نیاز داشتیم و در یک مقطع زمانی این دو تا تاجر مخیره که همیشه در کنار مردم خود بودند، همیشه ما شاهد از این بودیم در روزهای بد دست از این مردم ها گرفتن. یعنی امروز در حدود 10000 بالون اکسیژن اینا برای مردم وعده دادن. یعنی من راستی من یک ویدیو کلیپ را دیدم که یک بالون اکسیژن از موتر پایان میشد، یکی از مریضداران محترم از سر بالون محکم گرفته بود و یکی رم از آخر بالون، یکی رم از مابین، هر کدام طرف خود کش میکرد، گریه میکردن که ما به ضرورت داریم به اکسیژن. ما این روزا هم گذشتاندیم. اما موجودیت این زمیا با پشتیبانی رهبری مقام ولایت، اینمی که ما رفتیم به ایدتان در حدود 1000 بالون همو شب آمد
بعد از او اینا تپ و تلاش کردن، یک مشکلی که با وجود آمد رفتن، خو یکان شری است که به خیر ما و شما تبدیل میشن. جناب رئیس صاحب شورا شما مزور داشتین. خب بعدا فیصله همه شد که 10,000 بالون اکسیژن می تا هنوز بیدر مشتبه برای ما گفت که یعنی ما تقریبا 6,000 بالون آوردیم، حتی سرعد همی بالون ها در کابل هم رسید، در کشورهای در ولایت های هم جوار ما شما مثلا همی بالون ها رسید. دیگه این مشکل آستا رو به کمیش رفته رایست و اوضاع هم زیر کنترل در آمده. بازم ما چون وقت بسیار کم است وقت شما را نمیگیرم، یک بار دیگه ما از تمام کسایی که در این برنامه با ما همکار بودن، ما را تشویق کردن، دست ما را گرفتن، مشکلاتی که سر راه ما بود اینا با ما شانه به شانه ایستاد شدن و ما تانستم که الحمدلله از یک آزمون بزرگ تاریخی که او عبارت از وحشت و دهشت و عبارت از مو حمله که کرونا ببینن کشور همسایه چی مشکلات را مثلا به خاطر کرونا داشت، در هندوستان چی حالتی بود، در ایران هم حالت چی حالت است. تقریبا بیشتر از 15-16 ولایت ایران هم حالت در خط قرمز است و ما بازم نگرانی ما به می است که چون ایران کشور همسایه است، هر دفعه که کرونا با موج خود رسیده، هر دفعه که کرونا مثلا در او کشورها باعث ازی شده که تلفات زیاد را به وجود بیاره، بعدا ما مردم هم مورد اینمی حمله قرار گرفتیم و ما نگرانی ما به می است که امروز چون ایران بازم خط قرمز است و بازم ما براتون تاکید میکنم که اینمی ماسک باید استفاده بکنین، در روزای هیت زیاد دید و بازدید نکنین و شما میتونین که به می طریق وقایه واکسین آمده خود کلتان واکسین بکنین، از طریق همی وقایه ما شما بتانم که جلوی موج چهارمه که مثلا پیش روی در ایران پنجم است، ممکن در کشور ما شما موج چهارم باشد.